بریم به سراغ کشتی بعد. همه کشتی ها حساس هست. سه پیروزی برای سینا صنعت ایزه که دو پیروزیش با اختلاف امتیاز عالی بوده، یعنی کشتی حسین وند در مقابل عزیزلی و محسن نژاد در مقابل پویا ناصرپور، اگه مساوی بشه به لحاظ برد تیمی این دو کشتی میتونه بسیار حائز اهمیت باشه. بریم به سراغ این دیدار. وزن 67 کیلوگرم شاهین بداغی با باند آبی که حالا رنگ زرد هم در اون دیده میشه در مقابل حسین اسدی، یه کشتی خوب در وزن 67 کیلوگرم. هر دو کشتی گیر آماده و خبراق. بداغی سال 2019 در رابطه قهرمانی جوانان جهان در استونی مدال برنز گرفت، البته در 63 کیلوگرم، و حالا اومده به 67. حسین اسدی هم دارنده مدال برنز آسیاست، قهرمان جام تختی است و کشتیگیر آماده این روزهای ما در وزن 67 کیلوگرم اومده که اولین پیروزی رو برای فولادین زوبه آمول به دست بیاره. تیمشون سه باخت رو متحمل شده و دیگه باید برتای خودش رو شروع کنه. به حسین اسدی امید بستن. متا شاهین بداغی آماده و غبرا و سرحال اومده که حسین اسدی رو متوقف کنه. چه کشتی بشه کشتی بعد؟ کشتی مختاری و ارسلان. گل کشتی هاست در وزن 72 کیلوگرم. متا فعلا این کشتی رو ببینیم، ببینیم که چه کار خواهند کرد. حسین اسدی آماده و غبرا هست. در مسابقات قهرمانی آسیا در آلماتی مدال برنز گرفت، اونجا فقط کشتی رو به حریف ژاپنی شیمایا مادا باخت، در نیمه نهایی 3-2 باخت که مسابقات قهرمانی آسیا هم صدش بسیار بالا بود که به سایف غذا اونجا نقره گرفت. آقای حسین زادارم مشاهده کرده و حسین اسدی در وزن سخت در سطح آسیا مدال برنز گرفت. در رقابت های نظامیان جهان هم آماده و غبراق بود. در فینال کیانکین روس رو با فیتوهای پیاپی کلافه کرد، 13-2 برد. اومده در این وزن که ما قهرمان المپیک رو داریم خودش رو ثابت کنه، کارش دشواره. یک امتیاز رو دادن به بداغی، یک امتیاز اختار که حالا حسین اسدی رو سعی داره که در خاک در اختیار بگیره. بداغی هم جوان هست، برنز جوانان جهان رو در کیسه داره. داور وسط آقای رضا علی اصغری، داور گیلانی که صحبت میکنه با دو کشتیگیر، هم مدافع و هم مهاجم، که زرنگی رو بذارن کنار، به قوانین آشنا هستن دو کشتیگیر. حالا سعی داره که بداغی به دنبال برانداز میشه. حسین اسدی هم مرتب جابجا میشه، اصول دفاعی در کشتی رو رعایت میکنه، با جابجایی پیاپی هم خودش دفاع میکنه و هم تمرکز حریف رو به هم میزنه. حالا دو امتیاز میدن به بداغی که در سعی در فرار داشت، ظاهرا حسین اسدی که معترض هست. حسین اسدی دو امتیاز رو دادن به بداغی که حالت فرار داشت. آقای علی اصغری دو امتیاز این کشتیگی رو جریمه کرد و حالا سابقه 3-0 هست. صدر کالا در خاک، بداغی باز هم به دنبال بارانداز بره. حسین اسدی صدر با جا به جایی پیا پی، این بار دیگه نباید در حالت فرار قرار بگیره. داوران خیلی سخت میگیرن در این حالت و خب کار خاصی رو انجام نمیده. حساب کار 3-0 با این تفاوت که یک اخطار هم داره حسین اسدی، یک اخطار هم بهش دادند. حالا شاهین بداغی 3-0 پیش از حسین اسدی، اگه بتونه چهارمین پیروزی رو به دست بیاره برای سینا صنعت، واقعا کار بزرگی رو انجام داده. هم چهارمین پیروزی رو به دست آورده و هم یکی از امیدهای برد تیم فولادین زوب آمول رو خونسا کرده و حسین اسدی رو شکست داده. رو برد حسین اسدی حساب کردن. حالا خود شاهین هم کشتی رو عنوانداری است در سطح جوانان. متاد حسین اسدی آماده رو که ما در ماه های اخیر دیدیم انتظار داشتیم که کشتی بهتری بگیره. حالا هرچند که زمان زیادی هم مونده، یه 3 دقیقه دست نخورده، قطعا حسین اسدی در وقت دوم فشار میاره و میخواد کارو جبران کنه. وقت اول به پایان میرسه، باید برن به سمت مربیان خودشون. بداغی هم که تا به اینجا کار کشتی بسیار خوبی گرفت، به سمت آقای بوویری میره. از مربیان زحمتکش در ایزه، واقعا زحمت میشن مربیان در سالن های مختلف در سراسر کشور. کشتی خوزستان، کشتی فرنگی خوزستان واقعا ستارگان زیادی رو تحویل کشتی ما داد. حسین اسدی هم به سمت آقای حسین زاده میره، مربی سازنده ما از آمول که
حالا این کشتی خوزستانی رو آماده میکنه برای وقت دوم. حسین اسدی باید فشار بیاره. متو شاهین بداغی دیگه کشتیگیر رده جوانان نیست، پخته تر و با انگیزه تر کشتی میگیره در مقابل حسین اسدی. فشار بی امان حسین اسدی رو شاهد خواهیم بود. ببینیم که تاکتیک بوویری و شاگرد او بداغی چیست برای حفظ امتیاز در مقابل هجوم های پیاپی حسین اسدی. مرتب دستاش کار میکنه بداغی، در لاک دفاعی فرو نرفته، شهره کشتیگیر تدافعی رو نداره در این لحظات، هرچند حسین اسدی سعی داره که مرتب با دستاش کار کنه. آیلی اسدی و تازه اختار میشه و یک امتیاز به حسین اسدی. این خاک یه فرصته برای حسین اسدی بتونه باراندازهای خودش رو اجرا کنه. آقای بابیدی رو مشاهده میکنید، خیلی هم زود اختار دادن، یعنی 35 ثانیه گذشت بلافاصله اختار امتیاز دادن داوران. حالا حسین اسدی ببینید که در خاک چه کار خواهد کرد. شاهین بداغی در خاک قرار گرفته، به دنبال شگرد خودش فیتوهای جانانه اجرا میکنه، سرگنده در اختیار میگیره، دست رو هم گرو گرفته، کاملا فن رو صحیح در اختیار داره. کشتیگیر روس رو کلافه کرد در فینال نظامیان جهان. صدر رو با فیتو رو اجرا کنه، یه لحظه سایه انداخت و وسط دو امتیاز رو داد، هنوز صحیح نشده، رها نمیکنه فیتو رو. اینجا دیگه دو امتیاز رو باید بدن. درسته فیتو رو رها نکرده، یه دو امتیاز شگرد خودش، عجب فیتوهای اجرا میکنه. در همون حال صدر کمرگیری کنه شاهین، سرگن در اختیار حسین اسدی از یه فیتوه دیگه، یه فیتوه دیگه. حالا دو امتیاز به بداغی دادند که در همون حال تایف رو پل نگه داشت. 5-3 مربیان اسدی آقای حسین زاده معترض هستن که فیتو رو اجرا کرد حسین اسدی و به این صورت نبوده که به پل رفته باشه رو همون حالت. دو امتیاز رو دادن به بداغی، یعنی یه دو امتیاز فیتو دادن به حسین اسدی. اصرار در اجرای فیتو در ادامه کار، متو در همون حالت کمر رو در اختیار گرفت بداغی و حریف رو به پل برد. اختلاف اینه که آی حسین زاده اعتقاد داره حسین اسدی فیتو رو اجرا کرده برای بار دوم، داوران اما اعتقاد دارن که در همون حالت بداغی کمر رو گرفته رو به پل برده. آی عباسی، کشتی بسیار حساس است به لحاظ تیمی، یعنی دیگه قضاوت داوران باید کاملا به این صورت باشه که تحقی زایه نشه. شاید همین فن، همین فعل و انفعال کار رو یه جورایی در بیاره برای یک تیم. آقای محمد بنا، آقای حمید سوریان که بخش بسیار پررنگی از افتخارات بزرگ کشتی فرنگی رو به نام خودشون ثبت کردن. بله دو امتیاز فیتو رو دادن، 5-5 به نظر درست هم میرسید. فیتو رو اجرا کرد حسین اسدی، حساب کار 5-5 و برمیگردیم به کشتی. یعنی دو امتیاز فیتو رو دادن که درست هم بود به نظر، حساب کار 5-5 منتها بداغی برنده کشتی هست. یک اختار داره حسین اسدی در فاصله 1:23 به پایان کار. حسین اسدی در این لحظات هجوم میاره. شاهین بداغی با چشمان باز سعی در اداره کشتی داره در این لحظات. یک کشتی حساس به لحاظ تیمی در وزن 67 کیلوگرم. حسین اسدی ببینیم چیکار خواهد کرد. او بازنده کشتی است در این لحظات و به هر حال در شرایط مساوی امتیاز درشت، بعد اختار، بعد امتیاز آخر. امتیاز درشتا که به هر حال دو تا فیتو زد حسین اسدی، بداغی هم به هر حال یه دو امتیاز گرفت، بعد حساب کار 5-5 متو یک اختار داره، یک اختار داره حسین اسدی و همین کار او رو دشوار کرد در فاصله کمتر از 40 ثانیه به پایان کار. آیدی اصغری داور وسط صحبت میکنه، مرتب با دو کشتیگیر، یه دست رو گرو گرفته شاهین بداغی، سعی که در همون حالت حریف رو نگه داره. ثانیه ها به سرعت برای حسین اسدی در حال سپری شدن هست در این لحظات. او بازنده کشتی است. شاهین بداغی سعی داره که با همین سیاست کار رو نگه داره در فاصله 16 ثانیه به پایان کار. حسین اسدی اگه این کشتی رو ببازه، چهارمین پیروزی برای تیم سینا سنت به دست میاد و یکی از برگ‌های اصلی خودش رو از دست داده میبینه. تیم فولادین زوبه آمول رو پیروزی حسین اسدی حساب کردن. یک ثانیه و تمام. 5-5 و در نهایت
با اخطاری که داشت، با اخطاری که داشت، حسین اسدی کشتی رو واگذار میکنه. حساب کار 5-5 و نهایتاً شاهین بداغی در یک کشتی سخت و دشوار موفق بشه که حسین اسدی رو شکست بده. کار بزرگی کرد شاهین بداغی. خسته نباشید به او و هم حسین اسدی، و چهارمین پیروزی برای تیم سینا سنت. همچنین کشتی 4-3.